خط خبرها. شکنندگی وضعیت در فاریاب. والی جدید در پایگاه نظامی معرفی شد. هواداران جنبش عقب نشینی نمی کنند. خوشبختانه مشکلات فی الحال حل شده و والی سیب جدیدی ولایت فاریاب. اجدار فرمانده پشتیبانی قاطع از بدتر شدن اوضاع افغانستان. اسکات میلر میگوید با بیرون شدن نظامیان امریکایی ممکن خشونت ها بیشتر شود. دیدارهای غیر رسمی در دوحه برای سرعت بخشیدن روند سال. حکومت از آمادگیش میگوید اما طالبان حرف تازه ندارند. انشالله العزیز هفت هزار بندی خلاص میشه. و اوجگیری تنش ها میان اسرائیل و فلسطین. نوار غزه بامداد امروز هم هدف حمله نیروهای اسرائیلی قرار گرفت. سلام و وقت بخیر، من بهرام امان هستم. در میان جنجال ها و اعتراض ها در فاریاب، حکومت امروز داوود لغمانی را رسمی به عنوان والی جدید فاریاب معرفی کرد، اما نه در ساختمان مقام ولایت، بلکه در فرماندهی لوای اول ارتش در حومه شهر میمنه. ظاهرا بسیاری باشندگان فاریاب با معرفی و آغاز به کار آقای لغمانی مخالفند. مارشال دوستم هم از مردم خواسته مانع ورود داوود لغمانی به مقر ولایت شوند. او هشدار میدهد اگر حکومت مرکزی خواهان معرفی والی جدید از راه زور باشد، مردم آمادن در برابر زور جواب دندان شکن بدهند. ادامه اعتراض باشندگان ولایت فاریاب همزمان با معرفی رسمی والی جدید. مراسم معرفی داوود لغمانی امروز به گونه رسمی در فرماندهی لوای اول ارتش در حومه شهر میمنه برگزار شد. منبع‌های به تلویزیون یک میگویند که آقای لغمانی به دلیل اعتراض هواداران حزب جنبش در پایگاه ارتش معرفی شده است. محمد داوود لغمانی به حیث والی ولایت فاریاب به اساس فرمان جلالت نواب رئیس جمهور معرفی یا تعیین شده بودند. امروز تا یک مراسمی در مقر لوای اول معرفی و آغاز به کار کردند اینجا و در قسمت حرکت های مدنی که فعلا جریان داره، حرکت های مدنی حق مسلم مردم است و در هیچ کدام ممانعتی وجود ندارد. ارگان های محلی تعیین والی جدید را برای فاریاب تایید می کند و می گوید آقای لغمانی بر اساس فرمان رئیس جمهور به عنوان والی گماشته شده و این مسئله قطعی است. با وجودی که بعضی از مشکلاتی که ما قبلا در ولایت فاریاب داشتیم، خوشبختانه مشکلات فی الحال حل شده و والی سیب جدیدی ولایت فاریاب رسما به ولایت معرفی شده و آغاز به کار کرده. اینجا مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش، در پیامی از موقف مردم ولایت فاریاب پشتیبانی میکند. او در تماس تلفنی با بزرگان و باشندگان محل میگوید که آقای لغمانی با نیت نیک تعیین نشده و سناریوی تعیین او در فاریاب هیچ نفع به مردم این ولایت ندارد. مارشال دوستم از مردم میخواهد مانع ورود داوود لغمانی به مقر ولایت شوند. از رئیس جمهور و ارگنشینان تقاضا میکنم که در این رابطه تجدید نظر صورت بگیره و کسی که مؤثر واقع شوه در اونجا نظر به خواست مردم ولایت فاریاب یک شخص دیگر روان بکنه تا باشه که جوابگو به مردم و به وضعیت ناامنی که در چنین وضعیت ما قرار داریم جوابگو باشه. همزمان معترضان در عقب ساختمان ولایت فاریاب چادر تحسن برپا کرده و هشدار دادند که در صورت ادامه کار آقای لغمانی به عنوان والی به اعتراضهایشان ادامه می دهند. پیش از این تعداد از باشندگان فاریاب در برابر معرفی آقای لغمانی به حیث والی اعتراض کردند و از حکومت خواستند تصمیم خود را بازنگری کند. اعتراض کنندگان مدعی‌اند که والی جدید از وضعیت فاریاب آگاه نیست و با مردم و وضعیت امنیتی این ولایت بلدیت ندارد.
همزمان با ادامه روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان از آمریکا می‌خواهد پیش از کامل شدن این روند افغانستان را به صلح برساند. این کمیسیون می‌گوید که همان گونه که حضور نیروهای خارجی استوار بر یک توافق دو جانبه بود، خروج آنها نیز باید مسئولانه باشد. همزمان فرمانده پشتیبانی قاطع می‌گوید با عقب نشینی آمریکا و ناتو ممکن خشونت در افغانستان افزایش یابد و طالبان فشار بیشتر نظامی بر مرکز ولایت ها وارد کنند. این فرمانده ارشد آمریکایی گفته است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان باید ثابت کنند که می توانند در برابر طالبان ایستادگی کنند. نگرانی مجلس نمایندگان از بدتر شدن وضعیت امنیتی پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان. کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس از آمریکا می خواهد پیش از آن که افغانستان به صلح برسد نیروها را از این کشور خارج نکنند. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی این کمیسیون منتشر شد، بیرون شدن غیر مسئولانه نیروها از افغانستان خلاف پیمان امنیتی خوانده شد، آنچه از دید این کمیسیون باعث تشدید جنگ و ناکامی روند صلح نیز خواهد شد. همان گونه که حضور ایالات متحده آمریکا مسئولانه و بر اساس یک تفاهم قابل قبول برای دو جانب جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای ائتلاف برابری ایالات متحده آمریکا صورت گرفته بود، خروجشان نیز باید مسئولانه باشد. کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس میگوید هراس افغانی هنوز یک تهدید برای امنیت افغانستان و جامعه جهانی است. این کمیسیون خواهان ادامه همکاری همه جانبه جامعه جهانی به ویژه آمریکا با دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. جامعه جهانی در شرایط اساس فعلی کشور نظر به توافقات قبلا امضا شده بین جمهوری اسلامی افغانستان و کشورهای عضو ناتو در جهت مبارزه با تروریسم همکاری همه جانبه نماید. همزمان نبردها در برخی از ولسوالی‌های ولایت هلمند به شدت ادامه دارد. فرمانده قلوردوی 215 میوند میگوید منطقه عینک ولسوالی ناوه هلمند و حوزه سوم امنیتی از وجود طالبان پاکسازی شده است و در آن 43 جنگجوی طالب کشته شدند. معاون والی ولایت هلمند میگوید نظامیان کشور در حال حاضر در حالت تعرضی قرار دارند. سیمه چې دوی په خاطر واک ول کې لاندې وي دا اوس هم زموږ په هغه سیمه کې ډېر پرمختګونه لرو او هلته مو ډېرې سیمې ځینې نیولې دي. بشنگان برک ولایت لوګر هم مدعیان که بر اثر برخورد یک راکت از سوی نیروهای امنیتی 9 تن کشته و زخمی شدند. 5 تا از یک فامیل 5 تا از یک فامیل 2 تا 3 تا از یک از یک فامیل یک یاد سات دیروز شده تا دیروز مازیگر سات 6 بجا ده چند خانوان خورده دم کوچه یک اون خورده اینه میده کوچه چون خودش یک این دولت چه رقم دولت است از اینکه امنیت ما را بگیرم ما را پیش میکنه که ما امنیت زیر بگیرم اگر امنیت خود گرفتن نمیتونن امنیت خود الا کنن منتقل الا کنن. در شب و روز گذشته ولایت بغلان نیز گواه ناامنی ها و درگیری های مسلحانه میان طالبان و نیروهای امنیتی و دفاعی بود است. مخالفین مسلح حکومت حملات تهاجمیشان را بالای بعضی از مناطق ولایت بغلان آغاز کردند که خوشبختانه با مقاومت نیروهای امنیتی ما قرار گرفتند. هلمند که جریان داری خدای دی پر فلسطین هم رحم وکي هم از مجد هلمند حالت هم عین د فلسطین سره بالکل مقایسه کیږي. طالبا به تجاوز و تعدی و کشتار ادامه میتن. من اینجا سر طالبا صدا میکنم که شما با چی دلیل انسانی، اسلامی و اخلاقی هنوز به کشتن مردم افغانستان ادامه میتین؟ تا وقتی که احکام دین مقدس اسلام در این کشور چی در مورد قاتلین است، چی در مورد تروریست است، چی در مورد زانی است تطبیق نشوه و باوری ما در افغانستان اصلا صلح و ثبات نمیه. همزمان فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع در گفتگو با بی بی سی میگوید احتمال دارد نبردها پس از آتش بس سه روزه عید از سوی طالبان افزایش یابد. اسکات میلر میگوید در ماهای باقی مانده نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را کمک میکنند اما ممکن خشونت ها از سوی طالبان بیشتر شود. ما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را در وضعیت ترک میکنیم که میدانیم آنان توانایی استادگی در برابر تهدیدها را دارند. ما یک مسئولیت نه تنها در برابر نیروها بلکه در برابر مردم افغانستان داریم. وضعیت به گونه‌ای نخواهد شد که مردم افغانستان نگران آنند. ما از نزدیک نظارت خواهیم کرد که طالبان چی میکنند. من امیدوارم این گروه خشونت‌ها را کاهش دهد.
خروج نیروهای امریکا و متحدان آن در ناتو اول ماه می آغاز شد و طبق تصمیم دولت امریکا قرار است همه نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر امسال افغانستان را ترک کنند. همزمان با این در سوی دیگر آمادگی ها برای نشست ترکیه برای صلح افغانستان در صف حکومت در حال نوش دادن است، اما طالبان میگویند که تا هنوز در این مورد حرف تازه ندارند. وزارت دولت در امور صلح هم تایید میکند که دیدارهای غیر رسمی میان هیئت های حکومت و طالبان در دوحه قطر برای سرعت بخشیدن بر روند صلح همچنان ادامه دارد. در این میان از سناریوی تازه در روند صلح افغانستان حرف زده می شود که پیش از برگزاری نشست استانبول 7000 زندانی گروه طالبان از بند دولت رها خواهند شد و برای بیرون شدن نام سران این گروه از فهرست سیاه هم تلاش های آغاز می شود. میلاد سیار گزارش می دهد. زمانی که برای دومین بار نشست ترکیه در مورد روند صلح افغانستان به تأخیر افتاد، گفته شد این نشست بعد از عید رمضان برگزار می شود. نشستی که خط نشانها را در میدان صلح و جنگ تغییر خواهد داد. حالا برخی مقام ها در شورای عالی مصالحه ملی تاکید دارند که در صف حکومت آمادگی ها در حال نهایی شدن است، اما تا هنوز طالبان روی یک زمان مشخص برای برگزاری این نشست توافق نکردند. نشست ترکیه تاریخ دقیقش هنوز معلوم نیست، به خاطر از اینکه هنوز طالبان بر سر تاریخ دقیق نشست ترکیه توافق نکردند، ولی معلوم دور آمادگی ها در حال نهایی شدن است و دولت افغانستان هم آمادگی خود را اعلان کرده و شورای مصالحه هم تقریبا آمادگی ها رو به اتمام است. در این میان سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه میگوید تا هنوز در مورد برگزاری نشست ترکیه حرف تازه ندارند، اما ظاهرا از یک سناریوی تازه در روند صلح افغانستان حرف زده می شود. پیش شرط حضور طالبان برای نشست ترکیه، رهایی 7000 زندانی این گروه از زندانهای دولت و بیرون شدن نام طالبان از فهرست سیاه. ما امیدوار هستیم که انشالله العزیز 7000 بندی خلاص میشه و اسمای طالبان از لیست سیاه میبره، بعدن کنفرانس استانبول دایر میشه، طالبان اشتراک میکنه. رئیس جمهور غنی هم پیشتر در گفتگو با روزنامه اشپیگل آلمان گفته است اگر رهایی زندانیان صلح را در پی داشته باشد، به این مورد چراغ سبز دارد. حالا وزارت دولت در امور صلح هم تاکید دارد که هیئت‌های حکومت و طالبان در دوحه سرگرم دیدارهای غیر رسمی اند، دیدارهایی که به منظور سرعت بخشیدن به گفتگوهای میان افغانان صورت می‌گیرد. همچنان روی آغاز مجدد مذاکرات بین دو طرف هر چه زودتر بعد از عید سعید فطر تاکید شد. در ضمن دیدارهای غیر رسمی بین اعضای هیئت‌های مذاکره کننده دو طرف نیز صورت می‌گیرد. با این حال مردم از همه طرف ها انتظار دارند تا بیدرنگ و با اراده به نشست ترکیه حضور یابند. بنابر برداشت هایی که ما داریم، اگر اینا واقعا مخلصانه بیان نشست برگزار کنند، نتیجه بخش خواهد بود. هر چه زودتر باید جنگ در کشور خاتمه یابد. دیگه توان این نیست که ما هر روز جوانان خود را از دست بدیم. در هر دو طرف ضرر برای افغان هاست. نشست ترکیه برای صلح افغانستان حیاتی و مهم خوانده می شود. اما تا حالا این نشست دو بار گواه تأخیر بوده و نوز هم زمان دقیق برگزاری آن روشن نیست. اما انتظارهای جدی وجود دارد تا در پی این نشست قطع جنگ در افغانستان رقم بخورد. میلاد سیار، تلویزیون یک. همزمان یک دیپلمات ارشد آمریکایی در تیم وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان افزوده شد. زلمه خلیلزاد میگوید که پونی تلوار به عنوان مشاور به تیمش پیوسته است. آقای تلوار یکی از دیپلمات‌های ارشد آمریکایی به حساب می‌آید که تجربه کار به عنوان مشاور ارشد اوباما در امور خاورمیانه را دارد. او همچنین 12 سال به عنوان مشاور ارشد جو بایدن در کمیته روابط خارجی سنا هم کار کرده. گفته میشه که آقای تلوار نقش برجسته در دیپلماسی پشت پرده ای که در نهایت منجر به توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران شد نیز داشته است. خلیلزاد در تویترش تاکید کرده است که حل و فصل سیاسی بهترین گزینه برای افغانستان و محافظت از منافع آمریکا در این کشور است. بررسی نهادهای امنیتی در مورد چگونگی حمله بر مکتب سید الشهدا هنوز هم نهایی نشده است. برخی گواهان رویداد ادعا دارند که مهاجم با استفاده از موتر دولتی مواد منفجره را در نزدیک این مکتب
انفجار داده، اما نهادهای امنیتی این گفته را نه تایید میکنند و نه هم رد. همزمان با گذشت 11 روز هنوز هم دو تن ناپدیدند و حالت روانی شمار از دانش آموزان عادی نشده است. گیتی رحیمی جزئیات میدهد. در منطقه کوه چل دختران در غرب کابل 87 تن بیشترشان دختران در یک روز کشته میشوند. اما چگونه؟ 11 روز پیش یک موتر بمبگذاری شده در مسیر رفت آمد دانش آموزان مکتب سید شهدا کمین گرفته بودند تا دانش آموزان عمدی دختر را هدف قرار دهد. از دو سو دانش آموزان آماج قرار گرفتند. مسیر جنوب شرق موتر بمبگذاری شده و دروازه شمال غرب ماین مغناطیسی و در مسیر جنوب هم انفجار ماین مغناطیسی دیگر. این موتر فهمید یک باده چاشت مایر دیده بودم. خب باده چاشت از این تر شد و دیده بودم که اینجا ساد است. فهمیدی؟ تویتا دولتی بازکازی رو فهمید که گپ زدم نمیتونه. برخی باشندگان محل میگویند ممکن ماین های مغناطیسی شبانگام با استفاده از تاریکی شب و بیبرقی در این جاده کارگزاری شده باشند. برق عموم شو نبود. این را شو گر کده بود. روز نمیتونست. اینجا خودتان میبینید که ازدحام زیاده. روز ایج امکان نداره. اجده سور هم موتر پر از مواد منفجره و بهانه نیاز به ترمیم و سوی مهاجم در نزدیکی مکتب و مسیر رفت آمد شاگردان چندین ساعت توقف داده می شود بیان که اندک توجهی به آن شود. در هنگام رخصتی و رفت آمد گروهی دانش آموزان نخست موتر منفجر می شود و پس از فرار دانش آموزان از مسیر دیگر ماین‌های مغناطیسی آنان را در راه کمین می زند. اینجا آماده بودم. چهار تایر داشت در چهار شب این چهار میکرد باز میکرد پس پس دم میکرد. و دخترای ما کلش پس در مکتب گریختن. دیگه باز نفهمیدیم یا گال خیست یا گال خیست که یه دیگه کس نفهمید که چه رقم شد. تا اکنون کسی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته. مسئولان امنیتی هم نتوانستند بررسی هایشان را در این مورد تکمیل کنند. پس از این رویداد دو تن هنوز هم ناپدیدند. آمنه مادر سه فرزند از ناپدید شدگان رویداد خونین مکتب سید شهدا است. نزدیکانش میگویند او در زمان حادثه از راه میگذشت و برای خامک دوزی تکه هایش و خیاطی در کوه چل دختران رفته بود. شب خونه را کلان گشتیم دیگه از سری نیافتیم بود رفتیم در مال حادثه. باز کدام می عروس کاکایم بچه کاکایم. باز اونجا بود خونپور بود گونمورش نخ با یک چادر خونپورش. از شکری هم هنوز احوال در دست نیست. خوش داشت همیشه بنویسد. سنفی هایش می گویند او همان روز خوشتر از هر روز دیگر به نظر می رسید. علاقه زیاد به گویندگی داشت و همواره در تیم های ترانه خوانی اشتراک می کرد. شکریه جان از همین دوره مکتب فعالیت های خود آغاز کرده بود. در مرکز آموزشی تبسم دختری بود که همیشه آواز می خواند. دختری بود که یاد می آید پارسال در جشن استقلال با ساز و سرود ترانه بیارشیانه گشتم خانه به خانه گشتم. این را بسیار با صدای زیبا خواند. حالا بخش های از این مکتب به مرکز مشوردهی مبادر شده. مشوردهی به کسانی که آسیب های شدید روحی و روانی وارد شدند. محمد یحیی دخترش را اینجا برای درمان آورده است. یکم سینفی خمی گره و مگه او شهید شده. ها بچیم شهید نشده است. زنده یا نه مگه شهید شده. یعنی میتر اوش در سرش نیام تو گفتم مره خلاص. مره باش. حمله بر این مکتب به حد ویرانگر بوده که مردمان محل میگویند برخی ها حتی در شناخت پیکر قربانیانشان دچار اشتباه شدند و پیکر دیگری را به جای نزدیکانشان دفن خاک کردند. شمار از خانواده هایی که در آتش سوزی در قلعه مرادبیگ زیان دیدن ادعا می کنند که تاکنون حکومت و هیچ نهاد دیگر به آنان رسیدگی نکرده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم می گوید که آتش سوزی قلعه مرادبیگ 15 تا 20 میلیون دلار زیان وارد کرده است. با گذشت 15 روز از این رویداد پلیس می گوید بررسی ها هنوز تمام نشده. فرشاد داریوش جزئیات می دهد. شمال کابل قلعه مرادبیگ جایی که هنوز هم چهره اش از یک آتش سوزی بزرگ گواهی می دهد. خانه های ویرانی که 15 روز پیش سرپناهی بود بر صاحبانشان. ویرانی هایی که زندگی برخی از باشندگان این محل را تلخ ساخت. اما هستند کسانی که با استفاده از بازمانده های این ویرانی شکم گرسنه‌شان را سیر می کنند. همه دارای این خانواده در آتش سوزی به خاکستر مبدل شد.
جاوید راننده بود و با موتر خود چرخ زندگی خانواده شش نفری خود را میچرخاند. اما حالا از این موتر هم چیزی باقی نمانده و جاوید را در پیدا کردن لقمنانی نمیتواند همراهی کند. او از حکومت گلایه دارد. صرف یک لباسای مکتب بچه‌م که در جانش بتونم مانده و صرف خلاص دیگه هیچ چیز نمی. چهار خانه را که می‌بینی هر کدامش 20 لک 25 لک 30 لک مرد خانه را چیشه بگیم هیچ چیز نمانده چشم دید می‌بینی که هیچ چیز به من نمانده. سید احمد هم مانند جاوید زیان دیده است. از حکومت نمی تقاضای ما است. اگر ما ملت هستیم از این خاک هستیم و خدمت به این خاک کردیم بیادر باید که بیادر این سکو بررسی ما شوه پرسان شوه ای خورگان هایی که آمد باید که بگردر ایسی که کلان ها پرسان کنه که بعد شما در این مردم چی کرده؟ ما از این خاک هستیم یا نه؟ یافته های اتاق تجارت و سرمایه گذاری نشان می دهد که در این آتش سوزی 15 تا 20 میلیون دلار زیان وارد شده است. این نهاد می گوید که حکومت تا هنوز هیچ کاری در این زمینه نکرده است. خساره تخمینی که تقریبا از میلیارد شده الا 15 میلیون دلار پیش بینی شده با اساس چیز تا 20 میلیون دلار گفته شده که تانکرا سوختن تیل سوخته مواد خوراکا سوخته. هرچند گفته شده بود که هیئت برای بررسی این رویداد گماشته شده اما با تماس های مکرر موفق به دریافت دیدگاه این هیئت نشدیم. وزارت امور داخله با گذشت بیش از دو هفته هنوز هم بررسی هایش را تکمیل نکرده است. در رابطه با تشتزی در قلعه مرادبیک هنوز بررسی های ما ادامه دارند. هر وقتی که بررسی های ما تمام شد جزئیات آن را شریک می سازیم. در آینده برای جلوگیری از چنین رویدادها ما آمادگی لازم نداریم. پیشتر نزدیک به چهار ماه پیش در آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه بیش از 100 میلیون دلار به بخش خصوصی زیان رسید. رویدادی که تا هنوز علت و عامل آن روشن نشده و بازرگانان در انتظار جبران خساره از سوی حکومت هستند. چند خبر کوتاه از جهان. نوار غزه یک شنبه شب و بامداد امروز نیز صحنه جنگ، تبادل آتش توپخانه و حمله های سنگین هوایی اسرائیل بود. این حمله ها جان دست کم 42 تن از جمله 8 کودک را گرفت. با این حال گفته می شود که گروه های فلسطینی بیش از 3000 راکت به سوی اسرائیل شلیک کردند. جنگ در غزه در حال با شدت ادامه دارد که فراخوان جامعه جهانی و نهادهای بین المللی و نیز دبیر کل سازمان ملل برای توقف بیدرنگ درگیری ها هنوز با پاسخ مثبت از سوی اسرائیل همراه نشده است. در پی کاهش محدودیت های کرونا در بریتانیا میلیون ها نفر در این کشور از امروز می توانند عزیزان خود را در آغوش گیرند. با کم شدن این محدودیت ها افراد می توانند به خانه یکدیگر بروند و همچنین میخانه ها و رستوران ها مشتری می پذیرند. نخست وزیر بریتانیا گفته مردم هنوز باید هوشیار باشند و دوبار در هفته آزمایش کرونا بدهند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت بریتانیا نزدیک به 36 میلیون و 600 هزار نفر در این کشور دست کم دوز اول واکسین را دریافت کردند و همکنون واکسیناسیون افراد بالای 38 سال جریان دارد. بریتانیا 4.5 میلیون مبتلا به بیماری کووید 19 را ثبت کرده که از این میان نزدیک به 50 هزار نفر جان باختند. فرو ریختن سقف یک کنیسه در شهر گیوات اسرائیل بر عبادت کنندگان 5 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. پزشکان گفتند که وضعیت صحی 10 تن از زخمی شده ها وخیم است. در ماه گذشته این دومین رویداد مرگبار در مراسم مذهبی در اسرائیل است. در 30 اپریل در سقوط تالار یک جشنواره مذهبی در اسرائیل 44 تن کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند. تازه های ورزش با ظاهر نوری. دور دوم رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان به تعویق افتاد. فدراسیون فوتبال کشور دلیل تعویق این بازی ها را توجه بیشتر مسئولان فدراسیون به اردوگاه تمرینی ملی پوشان و دو بازی دوستانه با مالزی و سنگاپور عنوان کردند. قرار است اردوگاه تمرینی تیم ملی فوتبال کشور تا دو روز دیگر در امارات متحده عربی برپا شود. امرودین شریفی میلی پوش فوتبال کشور در ترکیب تیم فوتبال نفچی در رقابت‌های لیگ برتر قرقزستان می‌درخشد. این مهاجم 28 ساله که در چندین باشگاه داخلی کشور هم پیشینه بازی دارد، سومین فصل حضورش در رقابت‌های لیگ برتر قرقزستان را سپری می‌کند.
شریفی که در فهرست جدید انوش دستگیر برای حضور در تیم ملی فوتبال افغانستان نیز قرار گرفته است، در 6 بازی اخیر باشگاهی موفق شده 7 گل بزند و در حال حاضر مشترک با یک بازیکن دیگر در صدر جدول گلزنان لیگ برتر قرقیزستان قرار دارد. شریفی همچنین در آمار شگفت‌انگیز دیگر در 4 بازی اخیر تیمش پی هم جایزه بهترین بازیکن میدان را دریافت کرده است. تیم فوتبال بانوان بارسلونا با پیروزی در برابر چلسی جام قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را بالای سر برد. در دیدار نهایی تیم‌های چلسی و بارسلونا به مساف هم رفتند که این بازی 4-0 به سود بانوان بارسلونا به پایان رسید و این تیم برای نخستین بار جام قهرمانی لیگ قهرمانان بانوان اروپا را بالای سر برد. هفته 37 رقابت‌های لالیگا اسپانیا شب گذشته با انجام 10 دیدار پیگیری شد. در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها اتلتیکو مادرید که صدرنشین جدول است در خانه از اوساسونا پذیرایی کرد. اتلتیکو تا دقیقه 82 با یک گل از حریف عقب بود، اما توانست تا پایان بازی 2 گل به ثمر برساند و 3 امتیاز ارزشمند این بازی را کسب کند. ریال مادرید نزدیکترین دنبال کننده اتلتیکو در خانه بیلباو با تک گلی که ناچو به ثمر رساند 3 امتیاز ارزشمند را به دست آورد تا همچنان امیدوار به کسب عنوان قهرمانی باشد. اما بارسلونا در خانه با نتیجه 2-1 برابر سلتا ویگو شکست خورد تا هیچ شانسی برای قهرمانی نداشته باشد. سویا تیم چهارم جدول رده‌بندی هم با 4 گل برابر ویارئال شکست خورد. در جدول رده‌بندی اتلتیکو مادرید با 83 امتیاز در صدر قرار دارد و ریال مادرید هم با 81 امتیاز دوم است. این در حالی است که بارسلونا هم با 76 امتیاز در جایگاه سوم است. تا پایان رقابت‌های لالیگا تنها یک هفته دیگر باقی مانده است و اتلتیکو در صورت پیروزی قهرمان می‌شود و اگر مساوی کند و ریال به پیروزی برسد، شاگردان زیدان جام قهرمانی را بالای سر خواهند برد. با این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.